استاد خیلی ممنون که به ما افتخار دادید. لطف داری. حالا با بایدت رو خیلی وقتتون نمیگیم یه طرف مطلب داستان از اونجای شروع شد که یه خبری منتشر شد در رابطه با بهزاد فراهانی که در واقع اعتراض داشتن به آقای قالیباف. میخواستیم در واقع صحت شد. من اعتراض نداشتم با آقای قالیباف. بله. یه جمله‌ای شنیدم که زمین خانه تئاتر رو ایشان دادن، من تصحیحش کردم، گفتم نخیر، آقای دکتر خاتمی دادن. بله. بانویی که هرگز هم حاضر نشده خودش معرفی کنه، من یه بار دیگه ببینمش، چون نمیتوانست اسم آقای خاتمی رو ببره جایگزین کرد. لذا متاسفم برای این وجدان هنری که جمله آدم‌ها رو دگرگون می‌کنه. به حال ما حالا روبرو هم نشستیم برای این مسئله. اصل قضیه به نظر من محتوای شعره که می گفت چه خوش نازیست ناز ماه رویان ز دیده رفته را دزدیده جویان، چشم خش بگرفتن که برخیز به دیگر چشم دل دادن که مگریز، چشمی ناز می اندازه می کرد به دیگر چشم عشقی تازه می کرد، به صد جان ارزد آن ساعت که جانان نخواهم گوید و خواهد به جان، به صد جان. عرضم به حضورتون که در رابطه با شرایط امروز انتخابات من تقریبا این کاندیداها رو خوب میشناسم و دوران خدمات اینها رو هم تجربه کردم. مقایسه هم نمی کنم، چون اصلا من مقایسه رو دوست ندارم. تو کشور ما رسم بر اینه که این رو با اون مقایسه رو، نه، بحث من بر سر دانش سیاسی و دانش این جهانی و این زمانی جهان هستش. به نظر من یه آکادمیسیانی مثل آقای روحانی به هر حال بخوام یا نخوام در قلب سیاست کلان جهان تحصیل کرده و توی این نظام هم به هر حال در فراز و نشیب‌ها یاریگر این نظام بوده. اینکه حالا مقایسهش بکنیم با این با یا با اون، این برای من اصلا از فرهیختگی بدوره. به هر حال هر کدوم از اینها خدماتی داشتن، شاید اشتباهاتی هم دارند. اون چه برای من مهمه دانش سیاسی، عشق میهن‌پرستی، دل بستن به مردمه. متاسفانه تو این زمانه و این شرایط اون چیزی که اصلا باور نشدنی هستش اینه که در واقع سرلشکران یک نظام حالا تو روی هم بیستند و بگن تو بدی تو خوبی. من فکر کنم مردم همه رو خوب میدونن، همه رو خوب میشناسن، گذشته های دور رو میدونن. شما میدونید که من به عنوان یک آرتیست صاحب ایدئولوژی و صاحب اندیشه، من هنوز که هنوز مکدر سالهای 67 هستم. سالها برای من فراموش شدنی نیست و بسیاری سالهای دیگر. بهترین عزیزانم رو از دست دادم. اما در مورد آقای روحانی قولهایی رو که به ما در رابطه با تئاتر داد نمایندگانش نتوانستند اجرا کنند. علت هم این بود که نه اینکه فکر کنید که مثلا رؤسای کوتاه و کوچک مرکز هنرهای نمایشی یا جای دیگه اینها مقصر بودن، نه، نظام ما در نگاه به تئاتر همیشه مشکل داشته و هیچ وقت به پای حل این مشکل نرفته. دلیل ما هم این هستش که بودجه مثلا سینما میره تا 200 میلیارد ولی بودجه تئاتر الان در شرایط فعلی چقدره؟ بعدم تا دایره گستردش تا کجا هست؟ اینها رو باید پاسخ میدادند. وزیر محترم آقای روحانی، آقای جنتی سال رو سال تئاتر اعلام کرد ولی چه اتفاقی نیفتاد. وقتی خوب تحلیل کردیم اون کار بود چه کافی که اصلا بودجه ندارن که خرج تئاتر بکنند، برای همینم تئاتر رو کم کم تبدیلش کردن به یک کاسبی. گیشه اصل شد، محتوا از بین رفت، خندوندن مردم، نمیدونم بیچارگویی، مطلقگویی به آقای احمد نشاد، کی کارهای غلط در تئاتر هست. تئاتر این نیست، تئاتر خیلی مقدسه.
تئاتر وسیله روانشناسی اجتماعی است، تئاتر وسیله رشد تفکر اجتماعی، فرهنگ ملی. لذا انتظار ما از آقای روحانی این است، حالا که ما دلبسته حضور ایشان در عرصه سیاست هستیم، حالا که ما حاضریم بریم بهش رأی بدیم، باید پاسخ بده به ما. این پاسخ ها رو ما به کرات ازش خواستیم، نه از ایشان، از رئیس جمهورهای دیگه هم خواستیم. ما 30 ساله که همه خواسته هامون رو داریم تکرار میکنیم، مثل لوپ شده همینجوری طلب طلب طلب. ما حقوق بیکاری میخواییم، ما بیمه تضمین شده میخواییم، ما سالن های دولتیمون باید در اختیار کنندگان کار در درون اون باشه، مدیران ما باید از تئاتر باشن، با شناخت تئاتر، با عشق به تئاتر. اینا چیزیست که میخوام از آقای روحانی. در کنارش هم فقر بازیگران قلدر تئاتر، بازیگران بزرگی که در اسرت میمیرند و هیچی. عبدالو پوچ یه بازیگر تئاتر وقتی به 60 سالگی میرسه کمتر کسی سراغش میره، و بالاخره یه چیزی باید ضامن این زندگی باشه. من تکرار میکنم، ما خواستهامون رو باز هم از آقای روحانی میخواد. دلمون میخواد که هنوزم که هنوز شمع تئاتر روشن باشه، دلمون میخواد که این مسائل جنسیتی، تفاوت بین زن و مرد، نمیدونم تفاوت بین خودی و ناخودی یا نخودی، اینا همش از بین بره. ما رنج میکشیم از این قضیه. به هر حال من امیدوارم آقای روحانی دیگه در 4 سال آتی دچار بلیه های آنچنانی نشود و باز هم تو عرصه سیاست کوشش کنه که مردم جهان حرفای ما رو بشنوند و بفهمند ما فرهنگ داریم، ما تجربه سیاسی داریم، ما اولین کشور بشری هستیم که از دموکراسی حرف زدیم، از مساوات حرف زدیم، از برادری حرف زدیم. ما مزدک بامدادان داشتیم، ما مانی بزرگ رو داشتیم، ما کوروش کبیر رو داشتیم. خب ما صاحب یک کشور بزرگ هستیم، یه خیلی کوچکه که در این شرایط ما بیان بگیم آقا در شهر عظیم مثل مشهد موسیقی نباید باشد. من بر نمیتابم. هم از این رو هم هستش که باز هم به آقای روحانی رای میدم. تو تمام اطلاع شما شرفتی داشتین که در واقع از ایران برید، چی شما رو نگه داشته؟ من یه سوسیالیستم، یعنی اهل مساوات برادری هستم، اهل دموکراسی هستم. من میهنم و به هر چیز دیگری ترجیح میدم، یه صادقان به آرمانم هم ترجیح میدم. داشت کردید میهنم رو دوست دارم، هیچ جای جهان هیچ برگی انتظار من رو نمیکشه. داشت کردید ولی دختری دارم در اون سوی خط، از هیچ کس هم گله ندارم. من کشورم رو دوست دارم، میهنم رو، اصلا میهنم رو عاشقشم. شعرم مال این ملکه، ترانم مال این ملکه، نفسم مال این ملکه. من تو خیابونای این ملک انقدر احساس امنیت میکنم که هیچ جا نمیتونه چه این امنیتی برام باشه. لذا طبیعی است کجا برن. خیلی هم عالی. شما از آقای روحانی درخواست ندارید که شرایطی فراهم کنن که دخترتون بتونن برگردن؟ اصلا اگه یه روزی مردم ما توانستن دخترمان رو بیارند، چون دختر خودشونه میارنش، نتونستن هم عشق هست، چون آقای روحانی هم نمیتونه، بعد هم برای چی بیاد؟ برای زندگیش میکنه راحت. از نگاه عواطف پدرانه گفتم چشمم کردندم، نه وقتی گفت که زن مطرب نشو مطرب فقیره. ما توی میدون اومدیم، از اولش هم میدونستیم توی میدون برحال یا باید سر بدیم یا باید که رو گلیم بشینیم. فعلا سر رو ندادیم ولی رو گلیم میشستن رو بلدیم. خیلی عمالی. استاد مناظره ها رو دنبال کردین دو هفته که برگزار شده؟ به نظرم خیلی بده، یعنی یه خارجی که زبان پارسی رو بدونه وقتی این مناظره ها رو میبینه و متوجه مسائل پیچیده ای میشه که واقعا برازنده یک کشور نیست، دزدی چه میدونم
خیلی چیزهای دیگه. شاید من حق نداشته باشم تکرار کنم، ولی این جمله‌ای که آقای روحانی گفت، تن من لرزید که شما 30 چند ساله که با اعدام و زندان و زنجیر، این قشنگ نیست، یه واقعیتی هم هست، واقعیت تلخیه. شاید بعضی ها تلخیشو نفهمیده باشن، ولی من میفهمم. من بهترین فیلسوفان بزرگ این کشور، بهترین دانشوران این کشور رو تو 67 از دست دادم. جز به همون کسایی که اعدام شدن؟ بله، بی‌محاکمه اعدام شدن. بگذاریم، به هر حال من از آقای روحانی خواهشم این استش که، من نمیدونم اصلا تو این سالها، تو این 4 سال فرصت کردم به تئاتر بیام که نکردم، یا اگرم کردن جای دیگه دل مشغولی داشتند. تئاتر جای خوبی است، هم به خودشون هم به همراهاشون در مجلس توصیه میکنم، چون اونا هستن که شرایط ما رو به این روز انداختن. اگه بودجه تئاتر به اندازه قابلیت‌هاش رشد میکرد، ما این وضع رو نداشتیم. 560 مرکز تئاتری که تو هر کدومش 10 گروه تئاتری کار میکنن، نه جزء مردم این مملکتن، یا ارتشن. جدی میگی؟ لابد این کار شما هست. نه، رونق گرفته، سالونا زیاد شده. نه. اشتباه میکنی. رونق تئاتر وقتی هستش که تئاتر محتوا داشته باشه، وقتی کار کنندگانش به خودشون محول بشه. راست میگید، بکشید کنار از عرصه هنر، برید طرف سیاست، نظارت کنید، نظارت کنید، کار ما رو به خودمون بدید. ما بلدیم، ما تو کار سیاست دخالت نمی کنیم. درسته؟ خوشو هم نکنید، برای چی دخالت؟ اصلا سوادش رو ندارید. شما نمیدونید که هنر اصلا چیست. هنر خیلی واراتر از سطح پلیتیک و غیر ذالک. اجازه بدید هنر کار خودشو بکنه. استقلال هنر به شما کمک میکنه، شما رو نقد میکنه، شما رو تحلیل میکنه، شما رو کالبد چکافی میکنه، کم و کسری های شما رو گوشزد میکنه، عشق به مردم رو در شما بالا میبره. آخه آموزش پرورشی که 2 تا کارشناس تئاتر تحصیل کرده آکادمیک درش نباشه به چه درد میخوره؟ بعد تئاتر چیزی هستش که تو روستاها، تو دبستانها، تو دبیرستانها، تو همه جا کاربرد داره. به نظر من اگر دولت آقای روحانی دولتی در کنارش داشته باشه، توجه میکنه که راجع به مسئله هنر مثل یک کابینه جنبی فکر بکنه، اندیشه هاشو در اختیار دولت بسپاره، خیلی خوبه. سازمان مستقل تئاتر واجبه. من هی میگم، آخرش میمیرم بازم میگم که سازمان مستقل تئاتر جزء الزامات سیاست کلان این مملکته، منتها این به شرطی که فهم بشه. اینا این فدراسیون کشتی مملکت رو ازشون داریم دست یه آدم. خب این آدم آکادمیسیان بود، سواد داشت، تجربه عالی داشت، قهرمان ملی بود. خب ببین به چه روزش انداخته، کیف میکنه آدم، تغییر کرده، علم به میدان اومده، تفکر، اندیشه داره یاری میکنه. آقا چرا کار ما رو به ما نمیدی؟ من که از اشکل گربه بودم، کنده هفت چاکو اینا، که بهتر میدونم کار خودم رو. حالا هی تو فیتیل پیچو به من چیز کن، برید کار ما رو به ما بده. بعدم سانسور آقای روحانی، سانسور. نمیدونم آقای روحانی یه بار رفته به رویال اکادمی لندن یه تئاتر ببینه یا نه، امیدوارم رفته باشه، که حتما رفته. سانسور، و سانسور از بیسوادی، نه سانسور از در تفکر عالی یک حکومت، چون اگه اون باشه آدم قصه ای نداره. سانسوری که تکوین شده نیست، تدوین شده نیست، هر کسی با سلیقه فردیش میاد به قلع و غم کارهای دیگه. آخه مگه میشه ساعدی رو تو ضد این مملکت بدونی؟ بیضایی رو ضد این، رادی رو، فرسی رو، آخه این که نمیشه. که به هر دولت مردی باید نقد بشه. اگه مطبوعات نمیتوانند، ما که میتونیم بذاریم نقد کنیم. نه اونا رو میذاریم نقد کنیم، نه ما رو میذاریم نقد. ما تو این مملکت موندیم، یعنی قانون این مملکت رو برتافتیم. خب حالا هم بذارید پس حرف ما شنیده بشه دیگه.
یو تو وقتی برمیگرده میگه آقا موسیقی در مشهد بنکل ممنوع، این دیکتاتوری مال این دوران نیست. هر کاری میخوام بکنم. اگر که این در واقع دولت تئاتر تشکیل بشه، شما ریاستش رو به عهده میگیرید؟ اصلا غلط میکنم، بلد نیستم. اصلا ریاست بلد نیستم. نه، یعنی که این نه نمیرم زیر بارش، نه هرگز نمیرم زیر بارش، چون بلد نیستم. من اون شورهایی رو قبول دارم، توجه میکنی، که زیر 7 نفر نباشه و اینها از بهترین ها تفکر، اندیشه، روانشناسی، مدیریت اجتماعی، همه چیز رو با هم داشته باشن، بشینن، بیاندیشن، اندیشه هاشون رو هم بذارن و به فکر تئاتر این مملکت باشن. این که یه نفر از راه میرسه مثلا پسرخاله فلان است یا ایشون اینا نیست. راست میگین، تدوین کنین آقا چی جرمه شما رو صحنه نبرید. باش، با اینکه اینم ضد قانون اساسی است، سانسور ضد قانون اساسی است، ولی با همه این حرفا تدوین کنید، بگید که آقا فلان واژه مثلا بگذاریم بلش کن، سانسور آقای روحانی، سانسور بد است، به نظر من جرم است، سانسور کردن جرم است، نه اینکه بیایم سانسور رو بکنیم یه تبر بزنیم رو سر هنر. چون اصلا معلوم نیست اون کسی که میاد سانسور میکنه اینقدر سواد هنری داره. نه، نمیشه که. ببخشید، کاهل ترین دانشجویان بنده در بخش فوق لیسانس و لیسانس، کم دان ترین دانشجویان من بودند و حالا اونا میان برای سانسور کار ما. غلطه، مثل خیلی جاهای دیگه که غلطه. خب اینم غلطه دیگه، اصلا راست شو بخوای غلط خلوته. استاد دلگیر نیستیم که این طلاق شما خیلی حجم وارد شده و اجازه ندادم خیلی اونجوری که دلتون میخواد تو سینما و تلویزیون کار کنیم؟ این خواسته رو ندارین از آقای روحانی اگه دولت جدید بودن این مسائل رو با تو شما برطرف کنن؟ در آرامش کار این معلوم نیست، این قولایی که تو داری میدی عمل بشه؟ دوست خوبه من از این قولا زیاد شنیدم، ولی همیشه بر این عقیده بودم که در بحر مهیب قوطه باید خوردن، یا غرق شدن و یا گوهر آوردن. ما عاشق دموکراسی و مساوات، برادری اجتماعی، ما عاشق این هستیم. به نظر من تا زمانی که این تفاوت طبقاتی تا این حد زیاده، ما حق نداریم مسائل خصوصی خودمون رو طلب کنیم. خیلی چیز گنده تری میخوام. من واقعا دلم میخواد که این تفاوت بین زن و مرد تو دانشگاه، تو بیمارستان، تو جای دیگه بمیره. چرا این تفاوت ها در بسیاری از عرصه‌ها، یکی از همین کاندیداهای 6 نفره به خاطر دارم که در یه نقطه‌ای در خیابان ولیعصر آقای دوزدوزانی را جلوی در گذاشته بود، تمام کارمندان زن وزارت ارشاد نور بود، من وایسادم تماشا میکردم، همشون رو گفت بیدا برید خانم، حق ورود ندارید، هیچ کس را ندارد، هیچ زنی رو بدون چادر را ندارد، هر همه را نه تنها گفت برید، اخراجشون کرد. چه سالی افتاد فرمودی؟ مال خیلی وقت پیش. بله، حتما بعضی از دوستان کاندیدا هم به خاطر دارند که حسب یک دستور کارمندان زن رو در بعضی از نهادها بنکل کنار گذاشتن. این یه واقعیت. در حال این مشکلات وجود داره. نه اینکه اونا بدن، نه اونا هم خوبن، اما توصیه من این هستش که یک کمی هم به فکر مردم خودمون باشه. من خجالت زده هستم که مردم فلسطین یا رهبران فلسطین حالا دیگه ما رو قبول ندارن و علنا میگن دولت عربستان. خیلی تلخه. عربستانی که بمب می‌ریزه رو سر عزیزان بزرگی مثل یمنی‌ها یا سوری‌ها، عربستان فاشیست، عربستانی که در دل اسرائیل داره ویسکیشو می‌خوره. تاجون حالا بچه شده است که حالا فلسطینی‌ها هم بخششون میگن آقا ما تابع عربستان هستیم. اون سیاست باید درست بشه، این سیاست باید شکل بگیره. ما کشور مقاومی هستیم، اون تا سر جنگ هم با هیچ کس نداریم.
اصلا قرار نیست با کسی بجنگه، با آرامش، با سیاست باید بشیم حل بکنیم. باز وارد عرص سیاسی شد. حرفتون اقعا خوشگله. فقط من یه چیز دیگه بگم، این که اگر دوست داشتیم پاسخ بدیم، من شنیدم که یه بار به شما بی‌حرمتی شده توی جمعی، با شما دست ندادن یکی این کاندیداها. نه مثلا دست ندادن نبود، مثلا این بود که تو معرفی اساتیدی که بودن وقتی همه معرفی شدن نوبت به من که رسید، حتی از این چیزا من خیلی زیاد دیدم، وقتی نوبت به من رسید گفت که من ایشان را خوب میشناسم، من خوب میشناسم، به گونه ای که انگار مثلا من یه خائن بالفطره هستم. چی کار کردی شما؟ چون نمیدونم، به هر حال شاید پیش فکری ایشون این بود. من حتی یادم یه روزی، ببین رفیق گل من، اینقدر من از این چیزا دیدم، یه کوچولوشو میگم، یه روزی تو این تا ای چیز میدون ارک یا میدون 22 خرداد جوایزی رو آورده بودن که تمام استودیو 8 پر شده بود از جایزه، همه مثل هم بود جوایز، ولی یه بسته کوچیک بود که اینقدر بود، یه بسته کوچیک اینقدری بود. همه بچه ها اومده بودن نگاه میکردن که اه این بسته ها همه مثل همه، چرا این یکی جداست؟ برای من هم سوال بود که چرا این یکی جداست؟ همینجور هی گرفتن رفتن، فهمیدیم که قرآن مجیده هدیه داره میشه به همه. اتفاقا دخترم داشت عروسی میکرد، گفتم خوشحال شدم، گفت خاله بود منم یه قرآن میدن سر هم دخترم هدیه میکنم. نه شایق آره. بعد همه رو دادن، نوبت رسید به اون یه دونه تک، من رو صدا کردن رفتم جلو، دیدم که دونه خودکاره، یعنی بنده رو حتی از قرآن هم بی نصیب کردند. دوستان مدیر؟ بله. و بعد با اجازه شما جوان مردی یه کاری کرد، قرآن خودش رو دم در داده بود به نگهبان، گفت اینو بدید به همون بهزاد بگیر عروسی دخترت مبارک. بله. من از این تفاوت ها زیاد دیدم، مشکلی هم نداره، اصلا مشکل ندارم، چون به کسی احتیاج ندارم، هیچ احتیاجی به هیچ کس ندارم. شاید همین روحیاتتونه که اونا هم اذیت میخوام بکنم، چون تازه نیستیم باز بدیم بردامن کبریاش نشیند گبر گرد. بگذاریم، زنده باشی. من آرزو میکنم که مردم ما انتخاب خوبی بکنم. رنگی پیرامن شما قد متوجه بشید. نه با هدف نپوشیدنش. خیلی مخصوصم. Or, let me